خب ارزم به خدمتتون که جلسه پنجم هست و صحبت خودمون رو در خصوص الهیات ایرانی بومیسازی الهیات مسیحی آغاز کردیم و ارزم به خدمتون تمرکز ما توی این پنج جلسه گذشته در باب توضیح و اقامه دلایلی بوده به این که بگیم که چرا الهیات ابو میسازی الهیات مهم هست و ما به عنوان مسیحیان ایرانی چرا باید در این خصوص فکر کنیم چرا باید در این باب صحبت بکنیم و چرا در این مسیر باید پیش بریم تا بتونیم الهیات ایرانی رو شکل بدیم این یکی از مباحثی هستش که قرار شد که با هم دیگه باز بکنیم توی چهار جلسه من این مبحث رو با شما در میون گذاشتم و امروز جلسه آخر خواهد بود که در خصوص دلائل بومیسازی الهیات با شما صحبت خواهم کرد امیدوار هستم که از جلسات بعدی وارد مبحث مفهوم هویت ایرانی بشیم تعریف هویت ایرانی از اینکه ما میگیم ایرانی هستیم منظور چی هست و چطور هویت ایرانی رو تعریف میکنیم چه عناصر و عواملی در تعریف هویت ایرانی نقش اساسی دارن اینها مهمه به خاطر اینکه وقتی میخوایم الهیات رو خداشناسی رو ایرانی بکنیم باید بدونیم که کی هستیم چه هستیم فرهنگمون چی هست خلق و خویمون چی هست از چه منظری به دنیا داریم نگاه میکنیم و چه منظری به مذهب داریم نزدیک میشیم چه پرسش هایی توی ذهن ما هست چطور موضوعات رو حلاجی میکنیم؟ نحوه بررسی و ارزیابی مسائل نزد ایرانیان به چه شکل هست تجربه متعی تاریخ با این مسائل چگونه بوده اینها همه ما رو ما میسازه ما رو ایرانی میسازه و موقعید بعد از این منظر به این مسائل نگاه بکنیم اما ما امروز میخوام در خصوص الهیات عرب با صحبت بکنم و این یک بررسی موردی خواهد بود ما در خصوص چرا باید الهیات رو بومی بکنیم صحبت کردیم امروز میخوام بگم که خیلی ها در سراسر دنیا دارن عمیقا به این مسئله نگاه میکنن به این مسئله تفکر میکنن روشن و الهیات دانه ها دارن به این مسئله میپردازن و هر قومی هر کشوری هر منطقه‌ای در مسیر بومی سازی الهیات داره پیش میره ما هم ایرانی باید یاد بگیریم و باید از این قافل عقب نمونیم و به همین خاطر میخوایم یه مقدار در خصوص بومی سازی الهیات عرب باتون صحبت بکنم خیلی از ما در مورد الهیات جهان عرب و خاورمیانه نشتریم و اگر چیزی میدونیم اطلاعات ما بیشتر محدود کلیسه های نوپا و نوکیشان هست که, ش... که تازه به مسیمان و شاید هم در مورد جفاها و نقص حقوق شهروندان مسیحی خبر شدیم اما الهیات مسیحی توی جهان عرب ید طولایی داره حضور مسیحیت در این بخش از کره زمین ماهیت و بافت خاصی به اون بخشیده بعد از اینکه اسلام ظهور میکنه توی قرن هفتم الهیات عرب و خاوری میانه بیشتر به سوی سنت گرایی گرویده اعتقادنامه ها و مستندات برخواسته از شوراهای کلیسایی که در قرون اول تولید شدن ابزار مناسب و راهنمای مشخص برای کلیسای عرب شد تا ساختار بابرها و حیات کلیساش رو شکل ببخشه حالا اضافه بر این الگویی که تاریخی هست جفاها و فشارهایی که از طرف دنیای اسلام به مسیحیان وارد شده به این ساختار منحسب به فرد کمک کرده اسلام بنا به طبیعتی که داره محیطی رو برای اعراب ایجاد کرد که در اون تعملات آزاد الهیاتی در خصوص کتاب مقدس حرام محسوب می شد و نوع اندیشی مذهبی و تعمق بر ابعاد غیر معمول ایمان مسیح تابو به حساب می حتی بعد از اینکه مبشرین کلیسای کاتولیک و پروتستان وارد دنیای عرب شدند تأثیری که در نوسازی و تجدید ساختار کلیسا گذاشتن ناچیز بود و کلیسای این منطقه همچنان بر روی سنت ها آموزه ها و طریقت کوهن مسیحیت سنتی تاکید خیلی زیادی ورزید و به هویت خاص خودش که باز میوه دنیای خودش بوده محیط جغرافیایی و سیاسی و اجتماعی و مذهبی خودش بوده باقی میمونه وفادار میمونه کلیساهای نوظهوری هم که حاصل خدمات مبشرین غرب بودن در قیاس با کلیساهای غرب همچنان سنتگرا و محافظ،, محافظ کار باقی میمونه این خیلی به ما در خصوص طبیعت الهیات عرب داره میگه این این کلی حرفه که مسیحیان عرب چطور دارن مسیحیت رو مینگرن با اون چطور برخورد میکنن اون رو چطور ارزیابی میکنن چطور اون رو به, به کار میگیرن استعمال الهیات مسیحی نزد اعراب به چه شکله اینا هم برمیگرده سموم این عواملی که در حال صحبت کلیش رو خدمتون کردم در کنار عناصری که خدمتون گفتم و ذکر شد وجود تنشی که در بین اعراب و یهودیان منطقه حاضر هست آموزه های خاصی رو شکل داده که شایسته تعمل و بازرسی هست اناسوری مثل رابطه بین مسیحیت و یهودیت مسیح و ریشه یهودی اون مفهوم پیمان الهی و سرزمین اسرائیل جایگاه زنان اعراب در جامعه تلاش مسیحان عرب در پیدا کردن هویت خودشون توی متن فرهنگی و سیاسی منطقه بنابراین این اناسور باعث شد که آموزه های خاصی شکل بگیره و به اونها توجه بکنه یکی از نکاتی که برای بر الهیات دنیای عرب تأثیر داشت تاسیس،, تاسیس دولت اسرائیل بود وقتی که دولت اسرائیل به رسمیت شناخته شد این کشور و افزایش همزمان خشونت ها و تنش ها و پس زده شدن اعراب باعث شد تا مسلمون ها و مسیحیان یه نگاه متفاوتی بر کتب عهد تک داشته باشن لحظه توجه بکنید این نکات خیلی جالب و حساسی هستش که برای ما هم صدق میکنه به نوعی وقتی که کشور اسرائیل تأسیس شد به رسمیت شناخته شد فشارهایی رو که بر دنیای عرب چه بر مسلمان و چه بر مسیحی وارد شد اونها رو داشت که کتب عهد عتیق رو از یک زاویه دیگه نگاه بکنن از یک زاویه دیگه مورد بررسی قرار بدن یک احساس متفاوتی داشته باشن در بین این تنش ها اشخاصی در تلاش یافتن پاسخ و برقراری ثبات اجتماعی سیاسی و فرهنگی وارد صحنه میشن اشخاصی که فعالیت و تعملاتشون به الهیات عرب شکل و جهت خاصی بخشید یکی از این افراد که من میخوام توی این زمین خدمت معرفی بکنم توی دنیای عرب شخصی بود به اسم نعیم اتیک نعیم اتیک که کلیسای انگلیکن هست اهل فلسطین خودش که بعد از تحصیلات خودش توی قرب توی دهه 1960 دست به پرورش و شکل دادن الهیات مسیحی زد که پاسخگوی نیازها و پرسش های این منطقه است کشیش نعیم عتیق با وضعیت حاکم در این بخش از دنیا آشنایی کافی داره تجربه های شخصی خودش در و, و مشاهده بی ادالتی هایی که بر اعراب واقع شد اون رو واداشت تا شکلی از الهیات رهایی بخش رو لیبریشن Theology بهش میگن رو ارائه بده که توی ساختار خاص سیاسی اجتماعی و فرهنگی خاوری میانه میگنجه و بعد نعیمتی این الهیات رو الهیات رهایی بخش فلسطینی رو میگه اله... این الهیات رهایی رح... بخش رو میگه الهیات رهایی بخش فلسطینی نامش رو به این گونه میخونه خیلی هم اون رو این نحوه تعریفش رو و حدود و کرانه های تعریفش رو محدود میکنه به دنیای فلسطین توی کنار فعالیت های خودش توی میانه و با انتشار مجله به اسم سنگ زاویه یه دونه کورنرستون یه مجله داره که چاپ میکرد الان نمیدونم هنوزم در انتشار هست یا نه توی این تلاشه تو دنیای غرب رو در مورد فشارهایی که از طرف اسرائیل به فلسطین شده و حق کشیها و بی رو که انجام رسیده رو از دنیا رو آگاه بکنه و معتقده که کلیساها و شرکت های تجاری غرب باید از سرمایه گذاری توی اسرائیل خودداری کنن تا اینکه اسرائیل حدود مرزهای خودش رو به حد قابل قبولی تغییر بده با توجه به ساختار سیاسی و اقتصادی آمریکا و جنایات هولناکی که دولت جنایتکار نازی توی جنگ جهانی دوم انجام داد متقاعد ساختن دولت های قرب از تعارض اسرائیل کار اون رو خیلی دشوار کرده بود حال همیشه دولت اسرائیل برمیگرده و به اون تجربه های تلخ حکومت نازی اشاره میکنه و میگه که ما میلیون ها نفر رو از دست دادیم سالیان سال در این جفاها ها قرار گرفتیم فرصت ما رسیده که کشور و سرزمین خودمون رو داشته باشیم ولی اتفاقاتی که در همون منطقه برای اعراب چه مسیحی و چه مسلمان میوفته صحبتی هستش که توی این سراسده های هولوکاست و مسائل که حال رژیم نازی انجام میده گم میشه من میخوام هر دو طرف رو هم نگاه بکنم ولی میگم واقعیت رو هم باید باهاش روبرو شد و اون رو هم بهش توجه کرد تو همون حال نعیمیت عتیق از طریق این چشمانداز ویژه الهیات رهایی بخش فلسطینی امیدوار تا به پرسش های مسیحیان فلسطینی که قربانی بی ادالتی های زیادی در عرصه سیاست شدن و فشارهایی که دولت اسرائیل بر روی اعراب فلسطینی به عمل آورده پاسخ بده پرسش هایی مثل خدا در میان این آشوب های سیاسی کجاست؟ چرا خدا اجازه میده که فلسطینی ها مظلوم واقع بشن و حق خیلی هاشون پایمال بشه عدالت خدا کجاست این مسئله عدالت ای یک مسئله بسیار مهمه توی کلیساهای خاورمیانه یک مسیحی یکی توی قرب زندگی میکنه چه توی اروپا و چه توی آمریکا مسئله عدالت اجتماعی اونقدر اون رو به فکر وانه می داره خواب رو از چشماش نمی رو بایه. من بارها و بارها با آمریکایی های مسیحی صحبت کردم و با نگرانی های کلیساشون که وارد بحث شدم که ببینم نگرانی هاشون اف افکارشون تفکراتشون روی چه قسمت هایی میچرخه میبینم که اونا توی دنیای کاملا متفاوتی هستن بنابراین از یک زاویه بسیار متفاوتی به مسائل نگاه میکنن اما یک فلسطینی مسیحی که چه از طرف مسلمانان چه از طرف یهودیان مورد آزار و اذیت قرار گرفته از خانش رانده شده نه صرفا فقط به خاطر مسیحی بودنش بلکه به خاطر اینکه شاید یهودی نیست از طرف یهودیان شاید به خاطر اینکه اون رو اجازه نمیدن که شهروند واقعی اسرائیل باشه از خانش یک شبه بیرون کردن و از طرف دیگه مسلمانان شاید به اونها فشار میارن عدالت خدا رو داریم میپرسین خدا تو این آشوب ها کجاست چرا ما باید مظلوم واقع بشیم کتب عهد به عنوان مرجع مذهبی و اقتدار سیاسی توسط یهودیان مورد استفاده قرار میگیره تا اشغال سرزمین هایی که فلسطینی ها از اونجا رانده شدن رو شرعی و قانونی جلوه بده و تشویق میکنم خیلی از مسیحیان گاهی اوقات به خاطر اینکه پروپاگندای حکومت اسلامی رو سالها و سالها و درها شنیدن تا میخوان انزجار خودشون از وضعیت حاکم در ایران اعلام بکنن خیلی سریع مسئله رو پس میزنم میگن نه هیچ, هیچ ارزم به خدمتون دست به, هی... به هیچ وجه اشقالی انجام نگرفته و دست های اتفاق نیفتاده ولی داستان طرف دیگر رو هم که بخونید متوجه طرف دیگه حقیقت هم میشه که بعد بهش نگاه کرد و همین خاطر مسیحان فلسطینی با مشاهده چنین دستاویزی که یهودیان از عهد عتیق استفاده میکنن تا حضور خودشون رو شرعی اعلام بکنن توی مناطق مناطقی که هستن واکنش خودش رو در خصوص چنین دست اندازی شرعی ارزم به خدمتون که و با روی گرداندن و یا حداقل کم اهمیت انگاشتن کتب عدتیق نشون میدن مسیان فلسطینی میگن که شما یهودیان که دارید سرزمین ما رو اینجور اشغال کردید و ما رو از خانه هامون آواره کردید اقتدار شرعی خود در کتب عهد عتیق می‌بینید من که الان مسیحی شدم چطور میتونم کتب عتیق رو عهد عتیق رو بپذیرم وقتی که از اون برای کوبیدن من استفاده شده عهد عتیق برای مسیحیان فلسطینی کتابی پر از تنشه که به سختی میتونن ایمان نویافته خودشون رو با تعالیمی که اشغالگران بر اونها متوسل میشن آشتی بدن نعیم و الهیات رهایی بخش در تلاش تا رفع تنش بکنه به مسیان فلسطینی کمک بکنه تا عدالت خدا رو توی این کتاب ها بفهمن و سوء استفاده های شرعی یهودیان رو از کتب مقدس مشترک بین یهودیان و مسیان به حساب خدا نگذارن پس ببینید چه زاویه نگرش متفاوتی میشه از دل جامعه عرب مخصوصا فلسطینی به کتاب مقدس و آموزه مسیحی داشت نعیمتیک در بین جمعی, جمعی, از مسیحیان خودش زندگی میکرد و وقتی که این داستان ها براش اتفاق میفته برای خودش و خانوادهش تمام خاطرات براش تازه است و این تضاد رو میبینه که بین عشق مسیح و نفرت از یهودیان که برای مسیحیان عرب غیر قابل کتمانه چون هم تجربه های مشترکی مثل نعیمتیک رو داشتن که از یک طرف مسیح رو دوست دارن از طرف دیگه نمیتونن یهودیان رو بپذیرن و نفرت دارن به اونها صاحب و نجات دهنده ای که هر یک شنبه توی کلیسا دارن پرستشش میکنن نیایش بهش میکنن و در همون حال هم نفرت اونها بر قومی که خداوند از بین همون برخواسته یک نیروی متن پر از تنش غیر قابل انکاره در کنار مسائل سیاسی همین پیرامون اشغال سرزمین فلسطین مسائل مهم اجتماعی مثل جایگاه زن از امور مهم این منطقه است مثل سرزمین ما ایران حضور فعال و برجسته و ارزم به خدمتون زنان توی جامعه مسیحیان عرب با بافت سنتی و مذهبی فرهنگ حاکم توی خاورمیانه سازگاری نداره احترام به مقام زم و پرورش استعدادها و پذیرش این طبقه از اجتماع در کلیسا یه همگونی رو خلق کرده که اقتباس کرده از, از یک دنیایی که براش قریبه از یک دنیایی که براش ناشناست تمام این عناصر منحصر به فردی که وجود داره در منطقه خاورمیانه علل خصوص در فلسطین که آن داریم مرسی موردی در خصوص پرورش الهیات بومی در فلسطین میکنیم در شکل گیری الهیات رهایی بخش فلسطین نقش داشته و نعیمتیک در همین راستا نظرات و جپگیری های سیاسی خاصی رو اتخاذ کرده که واقعا قابل توجه هست و اون معتقده که به خاطر اینکه مسلمانان اکثریت جمعیت منطقه رو شکل میدن منطقی به نظر میرسه که دولت اسلامی حاکم بر منطقه باشه این این مسئله خیلی مهم و جالبی هستش میخوام بهش توجه بکنید و قوانین مورد اجرا هم از دین اسلام تاثیر پذیرفته باشه میگه من حاضرم و فکر میکنم منطقی و طبیعی باشه به خاطر اینکه اکثریت جمعیت حاضر در فلسطین مسلمان هستن باید یک حکومت اسلامی باشه اما میگید این تا زمانی قابل پذیرش هست که مسیحیان حضور فعالانه و عادلانه در عرصه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی داشته باشند و همینطور تاکید میکنه که برقراری دولت سکولار به نفع منطقه نیست اتفاقا داشتم همین دو سه روز پیش با یکی از دوستان فعالان سیاسی صحبت می کردم که می گفت ما باید دموکراسی رو وارد ایران بکنیم و بعد قانون رو که ورای مذهب هست رو برقرار بکنیم در دنیای خودمون توی سرزمین ایران من من همین فکرها رو داشتم می کردم و گفتم که با در نظر گرفتن اینکه اکثریت قریب به اتفاق جمعیت ایران مسلمان هستند و اسلام بخش مهمی از هویت ایرانی هست با اینکه ممکنه خیلی ها اسلام رو آنگونه که هست توی زندگی های خودشون اعمال نمی کنن، ولی مذهبی هستن به یک نوعی آور، آوردن قانونی من, من رد دنیای دموکراسی رو نمیکنم. ولی صحبت من این هستش که آوردن یک سیستم دموکراسی که ورای دین هست و ارزش در جاهایی برای اجرای ارزش های دموکراسی قرار هستش که ارزش های اسلامی رو پس بگزنه بزنه آیا جمعیت ایران ایرانی ها توان پذیرش چنین سیستم حکومتی رو خواهند داشت که دموکراسی دموقرا... دموق... رو اعمال بکنه آیا حاضر خواهند بود از ارزش های گرامبه های مذهبی خودشون بگذرند تا یک قانون دموکراسی و حتی شاید سکولار بتونه شرایط رو تعیین بکنه و مسیر رو و قوانین رو وضع بکنه این به نظر میاد که با طبیعت و بافت فرهنگی و هویتی ایران و یا حتی فل... فلسطین که داریم صحبت میکنه همخونی نداره این بحث خیلی عمیق و وسیع میتونه باشه حالا بذارید وقتی که رسیدیم به هویت ایرانی بهش میپردازیم ولی خودش هم این صحبت ها رو میکنه نعیمتی میگه با وجود وضعیتی که توی فلسطین هست و تمایل بسیار زیادی که فلسطینیان به اسلام دارن به نظر طبیعی میرسه که یه حکومت اسلامی داشته باشیم من با وقتی یه صحبت از حکومت اسلامی میرسه در این میان تحمل ها و پذیرش ها و شامل کردن ادیان دیگه توی جامعه و بافت اجتماعی هم صحبت میشه صحبت حکومت داعشی نیست و صحبت صحبت حکومت طالبانی نیست در خیلی از از زمین هایی هستند که مسلمانن و حکومت اسلامی دارن ولی خیلی ارزش شروندی هم برقرار هست به همین خاطر میگه ما چنین حکومتی رو اگر داشته باشیم توی فلسطین هم قابل پذیرش هست ایشون کشیش کلیسای انگلیکن هستند و حالا طبیعتا با تمام این صحبت هایی که خدمتتون کردم ایشون برخلاف جنبش مسیحیت سیهونیستی است که در خیلی از موارد عامل مهمی هستش توی سرازیری کمک های مالی و پشتیبان های متفاوتی از از دولت اسرائیل میکنن خیلی از مسیحان سیهونیستی یا زاینیست هستند که میگن آقا تمام کمک های مالی رو جمع بکنی برای اسرائیل برای اجرای و برقراری و ثبات این حکومت سرازیر بکنید اونجا و اینا البته فکرهای مسیحی رو آغشته میکنن که با برقراری حکومت اسرائیل ما راهی رو برای آمدن دوباره مسیح باز میکنیم حالا تمام این صحبت ها باش مخالفه میگه چنین موضوعگیری سیاسی رو در بین مسیان نباید ما داشته باشیم نادرسته و خیلی باهاش با سرسختی مبارزه میکنیم آه با در نظر گرفتن اون چیزی که در این خصوص به صورت گذرا خدمتون گفتم میشه تصویر کلی و یا حتی تا یه حدی واضح رو از تاثیر پذیری الهیات در شرایط حاکم توی منطقه آگاه شد چشم های الهیاتی افراد به خاطر حضورشون توی مکان و زمان مشخص که با خود شرایط خاصی رو به همراه میاره شکل های ویژه‌ای به خودش میگیره که با نگرش های سایر مسیحیان در قسمت های دیگه جهان تفاوت داره چشماندازهای های که پاسخوی نیازها و تنشهای مردم سرزمین خودش هست و زمان این, که ت... این تیف زیبا رو از ایمان مسیحی رو در تمامیت خودش نگاه بکنیم زیبایی و قنای اون جان تازی رو به ما میبخشه و من تشویق میکنم که در این خصوص فکر بکنیم من حالا یک بررسی موردی از الهیات رهایی بخش فلسطینی خدمتون گفتم که چطور افرادی مثل نعیم عتیق بر این تلاش هستن تا با در نظر گرفتن خلق و خو و تاریخ و مذهب و تمام تجربه هایی که فلسطینی ها داشتن چطور باید کتاب مقدس رو بخونن و پرسش های اساسی رو که اونها دارن رو پاسخ بدن تنش هاشون رو رفع بکنن و نظارگر دنیای غرب الهیات غرب یا الهیات چین شرق نباشن تا بتونن مردم خودشون رو در این قسمت خوراک بدن امیدوارم حداقل نگاه کردن به این مسیر و حرکت و جنبشی که در مسیحیت فلسطین وجود داره به ما کمک بکنه تا در خصوص بومی سازی الهیات ایرانی غیور باشیم اندیشه بکنیم همبستگی رو پیشه بکنیم هم فکر باشیم و این تعاون اندیشه به ما یاری بده که بتونیم مسیحیت که در خاک سرزمین خودمون روش کرده و ریشه در هویت ایرانی و کتاب مقدس داره رو برای آیندگان این کلیسا به ارمغان بیاریم ممنونم که توجه کردید امیدوار هستم که توی جلسه آینده وارد گفتگو در باب هویت ایرانی بشیم مرسی برای توجهتون